سلام، اینجا درنگ. ممنون که ما رو دنبال میکنید. امروز قصد داریم درباره محبوب ترین نژاد گربه صحبت کنیم. گربه ها به کنارگیری، مستقل و سرد و بیروح بودن معروف هستند. اما این تصویر واقعا غیر منصفانه است و حقیقت ندارد. گربه هایی که در این ویدیو از آنها صحبت کرده ایم شخصیت های شگفت انگیزی دارند و نباید با آنها مانند حیواناتی کوچک و بی احساس نگاه کرد. در ادامه با ما همراه باشید. اما قبل از آن لطفاً برای حمایت از ما کانال را سابسکرایب کنید. شماره 1، گربه شرقی. این گربه که از خانواده سیامی هاست، گوشهای بزرگ نوک‌تیز و شخصیتی کنجکاو دارد. گربه شرقی باهوش و اجتماعی است و ارتباط عمیق عاطفی با صاحب خود برقرار می‌کند. این گربه می‌تواند همراهی با وفا و بازیگوش باشد. بدن صاف و براق آن بیشتر از آنچه که به نظر می‌رسد ماهیچه‌ای است. خیلی پر سر صدا و خواستار توجه است. این گربه رفتاری بسیار شبیه سگ دارد. آنها 2.5 تا 3.5 کیلوگرم وزن دارند و متوسط عمرشان حدود 15 سال است. البته ممکن است گرفتار مشکلات دندانی شوند. همچنین آنها معمولاً به نوعی بیماری ژنتیکی کبد و کلیه به نام آمیلوئیدوز مبتلا می شوند. شماره 2، موکوتاه آمریکایی. این گربه تنومند از نوادگان گربه های موکوتاه بریتانیایی است، ولی کمی بزرگتر، لاغرتر و نیرومندتر از همتایان خود. این گربه ها رنگ ها و طرح‌های متعددی دارند و کوچولوهایی با عمر بسیار طولانی اند. در واقع عمر 15 تا 20 سال برای آنها عجیب و غیر معمولی نیست. موکوتاه آمریکایی رابطه بسیاری خوبی با کودکان دارد و حتی با سگ‌ها نیز سازگار است. این نوع گربه سالم، ملایم و آسانگیر است. در ضمن فعالیت‌های مراقبتی مناسب او نیز چندان سخت و پیچیده نیست. این گربه از 3.5 تا 6.5 کیلوگرم وزن دارد که البته نرهای آن بسیار بزرگتر هستند. شماره 3، بیرمن. میگویند خاستگاه این گربه زیبا برمه است. در افسانه ها آمده است که گربه بیرمن محافظ معابد برمه ای است. این گربه بزرگ بلند قامت و قوی با موهای بلند و همچون ابریشم است. البته به ضخامت موهای گربه پرشین نمیرسد. این گربه به داشتن چشم های آبی و نقاط تیره روی گوش، صورت، پاها و دم معروف است. اطراف پنجه های هر چهار دست و پای آن چنان زیباست که گویی چکمه های سفید برفی پوشیده است. این گربه ملایم و دوست داشتنی عاشق بازیگوشی است، اما وقتی سرتان شلوغ است می تواند گوشه ساکت بنشیند و میان دست و پایتان نیاید. به همین دلیل این گربه برای خانواده هایی که چند کودک یا حیوانات خانگی دیگری دارند ایدئال است. شماره 4، اسفینکس. قرار نیست از بنای یادبود یا اسطوره افسانه مصری صحبت کنیم. اسفینکس فقط نوع گربه عجیب و غریب است. البته اسفینکس بیمو کاملا هم بیمو نیست. در واقع تمام بدن او پوشیده از پرس‌های هلومانند است که آن را به نور خورشید و عناصر دیگر بسیار حساس می‌کند. به دلیل این حساسیت اسفینکس را فقط باید گربه‌ای برای فضاهای بسته دانست. این گربه عاشق لمس شدن، بغل و پر انرژی و خونگرم است. اسفینکس حتی دوست دارد زیر پتو جمع شده و کنار شما بخوابد. اسفینکس بین 3.5 تا 6.5 کیلوگرم وزن دارد، اما اگر مراقب آن نباشید به راحتی دچار چاقی و اضافه وزن می شود. شماره 5، رگدال. این گربه به دلیل اینکه وقتی به آن دست می زنید بسیار آرام است و وقتی آن را بلند می کنید سست و شل است، نام رگدال را به خود گرفته است. رگدال گربه‌ای بسیار ملایم و مهربان است و بیشتر مواقع مانند یک سگ کوچولو از این اتاق به آن اتاق دیگر دنبال صاحب خود راه می‌افتد. این گربه کوچولو نمی‌تواند به خوبی از خود دفاع کند و نباید او را به تنهایی به خیابان فرستاد. در حقیقت او نمی‌تواند از دندان‌ها و پنجه‌های خود به خوبی استفاده کند و به همین دلیل بهترین گربه برای بودن کنار کودکان است. این گربه با حیوانات دیگر هم سازگار است.
اما از آنجایی که نمیتواند به خوبی از خودش دفاع کند، نباید آنها را کنار حیوانات تهاجمی تنها گذاشت. رگدال گربه‌ای آرام است که از سبک زندگی آرام و بی‌دردسر واقعا لذت می‌برد. شماره 6، سیامی. سیامی میتواند بسیار پر سر صدا و دائما دنبال جلب توجه باشد. اما آنها گربه‌هایی بسیار دوست داشتنی، اجتماعی و مهربان هستند. همچنین گربه‌های سیامی حساس و عصبی‌اند و البته به داشتن زندگی روتین علاقمند هستند. بنابراین اگر شما دائم به سفر می‌روید و به گربه نیاز دارید که اهل سفر باشد، این گربه مناسب شما نیست. با این حال گربه‌های سیامی بازیگوش هستند و با حیوانات خانگی و کودکان نسبتاً ارتباط خوبی دارند. البته از این نظر به خوبی گربه‌های قبلی نیستند. شماره 7، حبشی. گربه حبشی که به دلیل اندام لاغر، گوش‌های بزرگ، نوک تیز و پاهای قلمی شبیه گربه‌های مصری باستان است، یکی از قدیمی‌ترین نژادهای گربه است. این محبوب پشمالو یکی از کوچکترین گربه‌های این فهرست است و به طور متوسط فقط 2.5 تا 4.5 کیلوگرم وزن دارد. این گربه خودسر، باهوش و برونگرا، عاشق کشف کردن و بازی است. همچنین این گربه به شدت از آب بازی لذت می‌برد. گربه حبشی علی‌رغم طبیعت کنجکاوش کنار غریبه‌ها معمولاً خجالتی و ترسو است. اگر به دنبال گربه‌ای هستید که خودنمایی کند، این گربه انتخاب خوبی نیست. اما گربه حبشی به دلیل طبیعت مردم دوستی و باوفایش بهترین گربه برای یک محیط خانوادگی است. شماره 8، موکوتاه عجیب و غریب. این گربه نوع موکوتاه گربه پرشین است. این گربه با صورتی شبیه کدو و گوشهای گرد بیشتر شبیه خرسای عروسکی نرم و دوست داشتنی است تا یک گربه. این گربه که از نظر خلق خو شبیه پسر عموهای موبلند خود است، کمی از آنها کنجکاوتر و دوست داشتنی تر است. البته هنوز هم بسیار آرام تر است و دوست دارد گوشه بنشیند. این گربه موکوتا انتخاب عالی برای کسانی است که گربه پرشین می‌خواهند، اما وقت یا حوصله مرتب کردن موهای گربه‌های پرشین را ندارند. و در آخر پرشین. گربه پرشین یا ایرانی را همه می‌شناسند. این گربه به دلیل موهای بلند ابریشمی، چشم‌های باحالت و صورت کدو شکل معروف است. همچنین گربه پرشین یکی از قدیمی‌ترین گربه‌های شناخته شده است. این گربه آرام و بسیار دوست داشتنی و مهربان، عاشق محیط‌های آرام و بی سر و صدا و زندگی روتین است. گربه‌های پرشین در اصل گربه‌های فضای بسته هستند و باید این گربه‌ها را بیشتر در محیط داخل خانه نگه دارید. این گربه‌ها باید دائما به حمام برده شوند و موهایشان روزانه مرتب شود. موهای این گربه‌ها آنقدر بلند است که اگر به آنها توجه نشود ممکن است به هم بپیچند. البته مرتب کردن موهای این گربه ها یکی از موضوعات مورد علاقه دوستداران گربه های پرشین است. امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشد و در انتخاب گربه مورد علاقتون بهتون کمک کرده باشد. لطفاً برای حمایت از ما کانال را سابسکرایب کنید و با نظرات ارزشمندتون ما رو یاری کنید.